سلام بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی در خدمت شما هستیم با اخبار شیه در افق پانوراما جزیره جاوه در اندونزی دیروز با زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.5 درجه ریشتر به لرزه درآمد مرکز این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری دریا و در نزدیکی جزیره جاوه اعلام شده است گفتنی این زلزله به دنبال زمین لرزهی شش ریشتری که چهار ساعت قبل از آن روی داده بود اتفاق افتاد. خوشبختانه هشدار احتمال وقوع سونامی پس از این زلزله داده نشده است. خبری از کشور آفریقایی سودان کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه نسبت به افزایش گزارش های قاچاق انسان به ویژه زنان و دختران و همچنین استخدام کودکان در سودان ابراز نگرانی کردند گفتنی بحران انسانی در سودان تا کنون باعث آوارگی گسترده بیش از 9 میلیون نفر در این کشور شده است. آنها همچنین نگرانی خود را در مورد افزایش ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان ابراز کردند. کارشناسان سازمان ملل در ادامه استخدام کودکان برای شرکت فعال در ها را نقض فاحش حقوق بشر، جنایت جنگی و نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه توصیف کردند. ایشان در ادامه خواستار پاسخگویی و تحقیقات مؤثر در مورد نقض حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه بر طبق قوانین بین المللی شدن. در پایان لازم به ذکر است بر اساس آمار سازمان ملل در درگیری که از آوریل 2023 آغاز شده است حداقل 13900 نفر کشته و بیش از 8 میلیون نفر در این کشور آواره شدند سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حداقل جسد 65 مهاجر در یک گور دست جمعی در جنوب غربی لیبی کشف شده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرد ملیت این مهاجران نامشخص است اما گمان می رود که آنها در فرایند قاچاق از راه بیابان جان باختند. گفتنی سلیبی پس از سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 تبدیل به یک مسیر ترانزیت برای رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه شده است. شاین ذکر است اجساد در دریای الجهریه در شهر الشویریف در حدود 421 کیلومتری جنوب ترابلوس پیدا شده است. این اداره میگوید که پس از گرفتن نمونه های دی ای تمامی اجساد به دستور دادستان کل در شهر غریان در یک قبرستان دفن شدند. طبق گزارش آی او ام حداقل 3129 مرگومیر و ناپدید شدن مهاجران در سال 2023 در مسیر دریای مدیترانه ثبت شده است که آن را مرگبارترین مسیر مهاجرت توصیف نمودند. جان سابکو بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان طی اظهاراتی گفت کمک های بشر دولت آمریکا به دست طالبان که یک مشت تروریست هستند میرسد گفتن ایس آمریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت دو میلیارد و نهصد میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است سابکو در ادامه در گفتگو با مجله پرو پابلیکا گفت بیشتر پولی که سازمان ملل متحد به افغانستان می فرستد از مالیات دهندگان آمریکایی به دست می آید و در نهایت به دست یک گروه تروریستی یعنی حکومت فعلی افغانستان خواهد رسید. و خبری در رابطه با هوش مصنوعی مجمع عمومی سازمان ملل پیشنویس قطنامه ای را که توسط ایالات متحده برای ارتقای توسعه هوش مصنوعی تهیه شده بود تصویب کرد گفتنی نیست این قطنامه خواستار توسعه ایمن مطمئن و قابل اعتماد سیستم های هوش مصنوعی است تا این فناوری به شکل پایدار برای همه مردم در سراسر جهان در دسترس قرار گیرد شنی ذکر از سازمان ملل هیچ برنامه قابل توجهی برای اجرای این قطنامه جدید ارائه نداده است سازمان ملل نیز بد... ببخشید سازمان ملل متحد نیز به دلیل حمایت گسترده از این قطنامه آن را بدون رأیگیری به تصویب رساند به گفته مشاور امنیت ملی ایالات متحده این اتفاق بی سابقه برای تنظیم و بررسی یک فناوری نوظهور پیشرفته میتواند یک گام تاریخی رو به جلو برای دستیابی به هوش مصنوعی ایمن باشد. در پایان لازم به ذکر است این قدنامه از کشورهای عضو سازمان ملل و سایر زینفان خواسته تا استفاده از سیستم های هوش مصنوعی ناسازگار با قوانین بین المللی حقوق بشری خودداری کنند. به عبارتی همان حقوق اساسی که افراد در سراسر جهان از آن برخوردار هستند باید در بخش دیجیتال نیز اجرایی و محافظت شود. سازمان بهداشت جهانی WHO روز گذشته اعلام کرد که جمهوری دموکراتیک کنگو با بدترین شیوع وبا از سال 2017 به بعد یعنی با 50 هزار مورد مشکوک به وبا و 470 مورد مرگ و میر شده در سال 2023 مواجه بوده است. این سازمان تاکید کرد جمهوری دموکراتیک کنگو همچنین با بزرگترین اپیدمی سرخک سب شده از سال 2019 تا کنون یعنی با نزدیک به 28 هزار مورد ابتلا و 750 مورد مرگ و میر در سال 2024 روبرو بوده است گفتنیست دو سوم موارد در پودکان گذره شده است و خوردسالان به ویژه در معرض خطر مرگ قرار دارند در همین راستا سازمان جهانی بهداشت هشدار داد خطر گسترش جغرافیایی این بیماری وجود دارد و تقریبا همه مناطق این کشور از جمله کینشاسا اکنون موارد ابتلا را گزارش دادند این سازمان در پایان اظهار داشت این بیماری همچنین تهدیدی برای شیوع و گسترشان به کشورهای همسایه و فراتر از آن به حساب می آید. و اما خبر آخر سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که نزدیک به 520 هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان از طریق گزرگاه های تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت در ادامه افزود افغانی های برگشته از پاکستان به کمک نیاز دارند. گفتنی است که پاکستان روند اخراج افغانستانی های فاقد اسناد اقامت را از ماه نوامبر سال گذشته میلادی آغاز کرد. برخی رسانه‌های پاکستانی به تازگی گزارش دادند که وزارت داخلی پاکستان به حکومت ایالتی پنجاب دستور داده است مرحله دوم اخراج مهاجران دارنده کارت شهروندی افغانستان را از 15 آوریل سال جاری میلادی آغاز کند.